درود بر شما همراهان گرامی. پس از ظلم‌های فراوان رژیم جمهوری اسلامی و از طرف دیگر شنیده شدن صدای خرد شدن استخوان‌های این رژیم اشغالگر ایران و درماندگی رهبر خودخوانده این رژیم و پس از آنکه جهانیان دیدند که جنایتکاران در رژیم جمهوری اسلامی در برابر شیرزنی به نام گوهر عشقی چاره‌ای جز رذالت ندارند و همچنین پس از اوجگیری اعتراضات مردمی از سوی فرهنگیان، کارگران، کشاورزان و دانشجویان و به ویژه پس از اقدام اعتراضی محمد علی زم، پدر روح الله زم و در آوردن لباس آخوندی، روزنامه آفتاب قم طی گزارشی نوشت که بنا به شرایطی که پیش آمده است، تنها در چند ماه گذشته صدها نفر از حوزویان در میانه کار از حضور در حوزه انصراف دادند و بسیاری از آنها مؤمن بودند و پس از ترک حوزه لباس روحانیت را به کل از تن در آوردند. گفتنی است که به نوشته دویچه وله اقدام اعتراضی محمد علی زم واکنش های زیادی در پی داشته است. این رسانه در ادامه تأملی بر موضوع ترک لباس روحانیت در رژیم جمهوری اسلامی کرده است و می نویسد که اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که رژیم جمهوری اسلامی تمام مردم فریبیش را به نام اسلام انجام داد و روحانیت شاخص اسلام محسوب می شود و اکنون این یک چالش عجیب و باور نکردنی برای این رژیم است که در کنار همه چالش های سیاسی و اقتصادی قطعا نمی داند که با این چالش باید چه کند. به نوشته این خبرگزاری، آیت الله علی گلزاده غفوری اولین روحانی بود که در رژیم جمهوری اسلامی لباس روحانیت از تن بیرون آورد. در مجلس خبرگان قانون اساسی رو در روی آیت الله منتظری و بهشتی و حامیان ولایت فقیه ایستاد و همراه با آیت الله طالقانی به اصل ولایت فقیه رأی منفی داد. او جزو نادر روحانیونی بود که به عنوان حقوقدان و فقیه ارشد به مخالفت با لایحه قصاص پرداخت که تدوین شده ی دوست سابقش بهشتی بود. در میان روحانیون او همچنین اولین کسی بود که در مورد اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر کتاب نوشت. این کتاب پیش از آنکه حتی بسیاری از روشنفکران ایرانی با مقوله حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر آشنا شوند در سال 1342 انتشار یافت. او در اعتراض به خمینی و اصل جمهوری اسلامی آنقدر به مجلس نرفت تا که نمایندگان طرفدار خمینی در مجلس او را اخراج کردند، چرا که از صمیم قلب معتقد بود که در خائن بودن همین بس که امین خائنان باشی. او هیچگاه نمیخواست که امین خائنان باشد و همه را از این امر پرهیز میداد. او سپس پس از 30 خرداد 1360 علناً لباس روحانیت را از تن بیرون کرد. سه فرزند او محمد صادق، محمد کاظم و مریم و داماد او علی رضا حاج صمدی اعدام شدند و فرزند بزرگ او هادی نیز 8 سال زندان بود، اما آیت الله گلزاده غفوری حتی یک بار هم حاضر نشد برای دیدار فرزندانش از جمهوری اسلامی و ایادیش خواهش کند که به زندانهای اوین و قزلحصار و گوهردشت مراجعه کند. او حتی از روبرو شدن با ستمگران رژیم نیز ابا داشت و هیچگاه شکایت به صاحبان قدرت نداشت و حتی حاضر به روبرو شدن با آنها نشد و همواره در نقل قولهایش یاد می شود که او می گفت که سرانجام مردم می فهمند که با چه رژیم اهریمنی روبرو هستند. حجت الاسلام امیر مجد، اولین فرمانده بسیج هم که به بسیج مستضعفین تبدیل شد، در تیر ماه 1359 به این سمت گمارده شد و پس از برکناری بنی صدر دستگیر شد و در اوین به بند کشیده شد. مجد پس از آزادی از زندان دوباره دستگیر شد و پس از رهایی از بند دیگر خبری از او به دست نیامد. گفته می شد مدتی در خراسان به کشاورزی مشغول بود، اما او دیگر به سلک روحانیت در نیامد. حجت الاسلام اسحاق تقویان اشکوری از کسانی بود که در ابتدای شورش 57
در دادستانی انقلاب اسلامی گیلان به فعالیت پرداخت و بلافاصله پس از تصدی دادستانی کل و پس از آگاهی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی از همکاری با دادستانی سر باز زد و چون حاضر به همکاری با آنها نبود در مهر ماه 1360 در بازار تهران توسط یحیی مردانی رئیس کمیته انقلاب اسلامی بازار دستگیر شد. او هم از کسانی بود که در آن زمان به مردم هشدار داد که این رژیم یک رژیم اسلامی نیست بلکه رژیمی اهریمنی است. نویسنده این مقاله می نویسد که من مدتی با او هم سلول بودم. انسانی بود وارسته و عاشق. اطلاعات او از تاریخ ایران و به ویژه حافظه تاریخی او استثنایی بود و هادی خامنه‌ای بازجو و شکنجه‌گر او در اوین بود. او مدتی نیز در دادگاه ویژه روحانیت قم مورد آزار و اذیت قرار گرفت و پس از آزادی از زندان نه تنها لباس روحانیت را از تن بیرون آورد بلکه در عقاید مذهبیش هم تجدید نظر کرد. حجت الاسلام محمد مجتهد شبستری هم که جانشین بهشتی در مدیریت مرکز اسلامی هامبورگ بین سالهای 48 تا 57 بود پس از پیروزی شورشیان 57 به کشور بازگشت و نماینده دوره اول مجلس شورای رژیم شد. او پس از پایان دوره مجلس از سیاست دست شست و به تدریس در دانشکده الهیات دانشگاه تهران پرداخت. وی در تمام سالهایی که در آلمان اقامت داشت لباس روحانیت به تن می کرد. اما در سال 1385 در 12th سالگرد درگذشت بازرگان در حسینیه ارشاد با لباس عادی ظاهر شد و لباس روحانیت را از تن علناً درآورد. در اسفند 1387 برخی خبرگزاری‌های وابسته به جناح تندروی نظام اسلامی سخنان وی در انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان را توهین به پیامبر اسلام ارزیابی کردند و برادر کوچک او محسن به دلیل نزدیکی به حاکمیت و بیت علی خامنه‌ای از نعمات نظام اسلامی بهره‌مند شد، اما او با تهدیدهای امنیتی روبرو شد. حسن یوسفی اشکبری نماینده دوره اول مجلس شورای رژیم هم اگرچه پس از دستگیری و محکومیت توسط دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شد، اما چنانچه وی مایل به پوشیدن لباس روحانیت بود در خارج از کشور می توانست همچنان با لباس روحانیت در مجامع حاضر شود. با این حال او از این کار سر باز زد، در حالی که وی پیش از دستگیری و خلع لباس توسط دادگاه ویژه روحانیت در کنفرانس برلین با لباس روحانیت حاضر شده بود. اما محمد علی زم آخرین نمونه مشهور از ترک لباس روحانیت است. رئیس اسبق حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و معاون اسبق فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در اولین مراسم سالگرد آسمانی شدن پسرش در هنگام سخنرانی لباس روحانیتش را از تن درآورد و گفت دارند برای من پرونده سازی می کنند و از این و آن شهادت می گیرند که احیانا من لایق این لباس نیستم تا مرا مثلا محاکمه و خلع لباس کنند. من همینجا این لباس و این عمامه را تقدیم می کنم به آنها که دارند با پول ملت و امکانات این ملت هزینه می کنند که اینها را بنشانند و وادار به دروغ و اجبار کنند علیه من. من خودم لباسم را داوطلبانه در می آورم و تقدیم می کنم به شما. او 15 سال پیش نیز لباس روحانیت از تن به در آورده بود و به شغل رستورانداری روی آورده بود. تصویر وی همان موقع توسط محمد علی ابتهی رئیس دفتر خاتمی انتشار یافت. وی طی 15 سال گذشته به تناوب لباس روحانیت به تن می کرد. در پیام تسلیتی که محمد علی ابتهی به مناسبت سالگرد مرگ فرزندش خطاب به پدرش انتشار داد، از وی به عنوان دوست عزیز و بزرگوار جناب آقای محمد علی زم یاد کرد. چهره هایی که ذکرشان رفت ما را متوجه یک نکته مهم می کند و آن این است که در روحانیت شیعه ما با یک بدنه مقاوم و معترض روبرو نیستیم. با توجه به قدرتی که روحانیون در نظام اسلامی به هم زده اند و فساد عجیب و غریبی که دامنگیر آنها شده است، تعداد کسانی که از این صنف بیرون آمدند و یا در مقابل آن ایستادند هنوز به اندازه کافی نرسیدند و هنوز مقاومت چندانی در برابر رژیم جمهوری اسلامی
آنطور که باید از سوی روحانیان دیده نشده است. اما با این شتابی که روحانیون اخیراً به خرج دادن در درآوردن لباس‌های روحانیت، به نظر می‌رسد که به زودی کار رژیم جمهوری اسلامی با این قضیه بالا خواهد گرفت. اگر استالین در نظام توتالیتاریستی و کمونیستی خود دمار از روزگار کمونیست‌ها درآورد، در نظام توتالیته اسلامی نیز تشکیل دادگاه ویژه روحانیت به منظور سرکوب روحانیت معترض و شکل دادن روحانیت مورد حمایت صورت گرفته است. نظام توتالیته اسلامی از یک سو با تطمیع و فاسدسازی و از سوی دیگر با سرکوب و خفه‌سازی روحانیت شیعه می‌خواهد آنها را دنبال روی خود کند تا از این طریق بتواند از فروپاشی جلوگیری کند. این روزها از تندر آوردن لباس روحانیت یکی از بزرگترین معضلات رژیم جمهوری اسلامی است که به نظر می‌رسد هر روز بر شدت این معضل افزوده خواهد شد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.